امروز متخصصان توانمند شرکت صنایع هواپیماسازی ایران وابسته به سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع حاصل تلاش بی‌وقفه خود را در طراحی و ساخت بزرگترین هواپیمای بدون سرنشین کشور به نمایش گذاشتند. فوتروس از امروز عضوی از خانواده پرنده های بدون سرنشین وزارت دفاع شد، خانواده‌ای که در اون انواع پهپادها زندگی می کنند. این هواپیما در نوع هواپیمای بدون سرنشین در بالاترین سطوح به لحاظ تکنولوژیک، به لحاظ عمل کرد و به لحاظ قابلیت‌های ماموریتی مختلفی که میتونه انجام بده، یعنی هم ماموریت شناسایی میتونه انجام بده، هم بحث‌های گشت‌زنی رو میتونه انجام بده. 25000 پا سقف پروازی، 2000 کیلومتر شعاع پرواز عملیاتی، 30 ساعت مداومت پرواز، مسلح شدن به موشک‌های هوا به سطح و انواع راکت‌ها از ویژگی‌های پهپاد فوتروس است. چه پیامی میتونه داشته باشه طراحی و ساخت این نوع پهپادها در کشور؟ اینکه مدیریت جهادی و باورمندی به تمام‌مندی خودی و تلاش مستمر میتونه به نتیجه برسه و همه محدودیت‌ها را از جلوی پا برداره. مراقبت از مرزهای دریایی و خشکی، دیدبانی از خطوط لوله‌های نفتی، مخابراتی، کنترل ترافیک جاده‌ها، دیدبانی مناطق حادثه‌دیده در زلزله، آتش‌سوزی و سیل، محیط‌بانی برای حفاظت از محیط زیست و ارسال فیلم و عکس‌های دقیق در طول مأموریت از قابلیت‌های پهپاد فوتروس است. انشالله حالا امروز هم تصمیم گرفته شد که ما در سال آینده در همین روز بتونیم هواپیمای بدون سرنشین راهبردی خودمون رو که در کلاس جهانی تقریبا دو تا کشور بیشتر اون رو ازش بهره مند نیستن رو اینجا بتونیم انشالله رو نمایی کنیم. اعتبار سنجی این هواپیما در تخصصی ترین آزمایشگاه ها و مراکز تست در کشور با موفقیت صورت گرفته است.